اعمال فصل 16. پولس به همراه سیلاس به دربه و لستره رسید. در شهر لستره یکی از شاگردان به نام تیموتائوس زندگی میکرد که مادرش مسیحی یهودی نژاد و پدرش یونانی بود. برادران ساکن لستره و قنیه از او تعریف میکردند. پولس میخواست او را همراه خود ببرد. پس به خاطر یهودیان آن دیار تیموتائوس را سنت نمود، زیرا همه میدانستند که پدرش یونانی بود. آنان همچنان که شهر به شهر می گشتند، تصمیماتی را که رسولان و رهبران در اورشلیم گرفته بودند به ایمانداران می سپردند تا مطابق آن عمل کنند. از این رو کلیساها در ایمان تقویت می یافتند و روز به روز به تعدادشان افزوده می شد. وقتی آنها از ولایت فریجیه و ولایت غلاطیه می گذشتند، روح القدس مانع شد که پیام خدا را به ولایت آسیا ابلاغ نمایند. و وقتی به سرحد میسیه رسیدند، کوشش میکردند به ولایت بیتینیه بروند، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. بنابراین از میسیه گذشتند و به شهر ترواس آمدند. در همان شب پولس در خواب دید که شخص مقدونی ایستاده بود و با التماس به او میگفت: به مقدونیا بیا و ما را یاری کن. همین که پولس این خواب را دید، ما عازم مقدونیه شدیم، زیرا شک نداشتیم که خدا ما را خواسته بود که به ایشان نیز بشارت دهیم. در ترواس سوار کشتی شدیم و مستقیما به جزیره ساموتراکی رفتیم و روز بعد رهسپار نیاپولیس شدیم. از آنجا به فیلیپی که یک مستعمره رومی و شهر در بخش اول ولایت مقدونیه است رفتیم. در این شهر چند روز اقامت کردیم. روز سبت از دروازه شهر خارج شدیم و به کنار دریایی که گمان می‌کردیم محل دعای یهودیان باشد رفتیم. در آنجا نشستیم و با زنانی که جمع شده بودند صحبت کردیم. یکی از شنوندگان ما زنی بود به نام لیدیا که پارچه های ارغوانی می فروخت. او از اهالی شهر تیاتیرا و زن یک تاپرست بود. خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولس را بپذیرد و هنگامی که او و خانواده اش تعمید گرفتند، با خواهش و تمنا به ما گفت: اگر مرا نسبت به خداوند یک مؤمن حقیقی می دانید، بیایید و در منزل من بمانید. و آنقدر اصرار کرد که ما رفتیم. یک روز که به محل دعا می رفتیم، به کنیزی برخورد کردیم که روح فالگیری و غیبگویی داشت و از این را منافع زیاد نصیب اربابان خود کرده بود. او به دنبال ما و پولس افتاد و فریاد می کرد: اینان غلامای خدای متعالند و رای رستگاری را به شما اعلام می نمایند. چند روز کارش همین بود تا آخر حوصله پولس به سر آمده به سوی او برگشت و به آن روح گفت: به نام عیسی مسیح و تو فرمان می دهم، از او خارج شو. و در همان لحظه از او خارج شد. همین که اربابان کنیز دیدند امید منافع خود را از دست دادند، پولس و سیلاس را گرفتند و کشان کشان به میدان شهر پیش بزرگان شهر بردند. وقتی آنان را پیش مامورین رومی آوردند، گفتند: این مردان که یهودی هستند شهر ما را به هم می ریزند. ایشان رسومی را تبلیغ میکنند که قبول آنها و عمل کردن با آنها برای ما رومیان جایز نیست. مردم نیز در این حمله به آنان پیوستند و مامورین لباسهای آنان را درآوردند و امر کردند آنان را چوب بزنند. بعد از لتوکوب زیاد آنها را به زندان انداختند و به زندانبان امر سخت کردند که ایشان را با دقت تمام تحت نظر بگیرد. با این امر زندانبان آنان را در داخل زندان محبوس کرد و پاهای ایشان را در کنده و زنجیر گذاشت. نزدیکی های نصف شب پولس و سیلاس به دعا مشغول بودند و به درگاه خدا سرودهای حمد می خواندند و زندانیان دیگر گوش می دادند که ناگهان زلزله شدیدی رخ داد، به طوری که زندان را از تعداد به لرزه در آورد. تمام درهای زندان در همان لحظه باز شد و همه زنجیرها به زمین افتادند. وقتی زندانبان بیدار شد و درهای زندان را باز دید، شمشیر خود را کشید و چیزی نمانده بود که خود را بکشد، چون گمان میکرد زندانیان فرار کردند. اما پولس به صدای بلند گفت: به خود ضرر نرسان، همه ما اینجا هستیم. زندانبان چراغی خواست و به عجله داخل اتاق شد و در حالی که از ترس میلرزید پیش پاهای پولس و سیلاس به زمین افتاد. سپس آنان را بیرون آورد و گفت: ای آقایان، من چی باید بکنم که نجات یابم؟ جواب دادند: به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت. آنگاه پیام خداوند را به او و جمیع اهل خانه‌اش رسانیدند
درست در همان موقع شب زندانبان آنان را بیرون آورد و زخمهایشان را شستشو نمود و فوراً او و خانواده اش تعمید گرفتند. زندانبان ایشان را به خانه خود برد و برای ایشان غذا آورد و او و تمام اهل خانه اش از این که به خدا ایمان آورده بودند به نهایت شاد گشتند. همین که روز شد، مامورین رومی چند نفر از نگهبانان را فرستادند و امر کردند که آنان را آزاد کنند. زندانبان این خبر را به پولس رسانیده گفت: مامورین رومی امر کردند که شما را آزاد کنیم، پس بفرمایید و به سلامت بروید. پولس در جواب گفت: ایشان ما را که اتباعی رومی هستیم در ملای عام و بدون محاکمه چوب زدند و به زندان انداختند و حالا می خواهند ما را مخفیانه بیرون کنند. هرگز، خودشان بیایند و ما را بیرون ببرند. نگهبانان گفتار پولس را به اطلاع مامورین رسانیدند. وقتی آنها شنیدند ایشان از اتباع روم هستند، بسیار ترسیدند و آمده از ایشان عذرخواهی کردند و آنان را تا بیرون زندان همراهی کردند و از آنان خواهش نمودند که شهر را ترک نمایند. به این ترتیب آن دو نفر از زندان بیرون آمده به خانه لیدیا رفتند و پس از این که برادران را دیدند و به ایشان دلگرمی دادند، آنجا را ترک کردند.